عناوین خبرها اعتراضات سنگین در تهران مردم در صد متری بیت خامنه ای و بحران جدید بین المللی برای آخوندها هر روز یک بحران لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. همراهان گرامی درود و شب خیر به شما عزیزان به کیوسک خوش آمدید اعتراضات سنگین در تهران مردم در صد متری بیت خامنه ای گزارش‌ها ها از تهران از تجمع کسبه و بازاریان در روز یکشنبه 22 خرداد در سراح امین و چهارراه جمهوری حکایت دارد. حضور پرتجمع و بی سابقه مردم در نزدیکی بیت خامنه ای باعث وحشت نیروهای امنیتی و حمله دیوانوار آنها به مردم شد. گفته می شود این تجمع که در اندک زمانی با حمله ماموران انتظامی و امنیتی مواجه شده در اعتراض به افزایش بیزابطه مالیات بخش خصوصی شکل گرفته است. ویدیوهای منتشر شده در توییتر نشان می دهد که گروهی از کسبه و مردم با سردادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کسب و کارها و مغازه ها می که اعتصاب کنند و به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. برخی گزارش های تایید نشده نیز از افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی 33 هزار تومان در روز یک شنبه به عنوان جرقی این اعتراض حکایت دارد. در یکی از ویدیوهایی که کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار منتشر کرده ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان گزارش می شود. با این توضیح شهروند گزارشگر که رهبر درمانده حمله کرد. که روز شنبه رکورد تاریخی خود را در مقابل ریال ایران شکسته و به بالاترین سطح رسیده بود در معاملات روز یک شنبه تا 33 تومان هم معامله شد که نسبت به بهای متوسط روز شنبه 25000 تومان افزایش داشت در یکی از ویدیوها حضور چشمگیر ماموران نیروی انتظامی و برخورد خشن آنها با معترضان و حتی آبران گذری در محدوده سراح امین حضور تهران برای متفرق کردنشان دیده می شود. در یکی دیگر از ویدیوهایی که از تجمع کسبه و بازاریان معترض تهران منتشر شده، آنان شعار میدهند مشکل ما حل نشه تهران قیامت میشه. روند افزایشی بهای دلار در روز یک شنبه در حالی است که یک مقام پلیس تهران صبح روز یک شنبه از بازداشت سی و یک نفر از سرشاخه های معاملات فردایی خبر داده بود. سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی زمن اشاره به شناسایی شمار دیگری از فعالان این بازار گفت که پلیس به این افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد. ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری خورشیدی 25 درصد از ارزش خود را از دست داده و طی 43 سال گذشته نیز ارزش دلار در مقابل ریال ایران بیش از 3200 برابر شده است. شکلگیری تجمع کسبه در تهران همزمان است با برگزاری تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در شماری از شهرهای ایران از جمله کرمانشاه، اهواز، اصفهان، عراق، ساری، بندرعباس، مشهد، بروجرد، اردبیل و تهران که به افزایش ده درصدی حقوق خود اعتراض دارند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده معترضان در بندرعباس شعار مرگ بر دولت بیکفایت در اصفهان شعار حسین حسین شعارشون دروغ پشت کارشون و در کرمانشاه شعار مرگ و رئیسی سر دادند. دیروز جمعی از اقتصاددانان نهادگرا طی نامهای شوکهای متعدد و بیثبات اقتصاد کلان را در پی جراحی های اقتصادی بدون توجه به عواقب آن را بسیار خطرناک دانستند. این هم از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حکمرانی میدانند در این نامه بیان شده است که این سیاست دولت که جراحی اقتصادی نامگذاری شده بسیار شتاب زده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه و آن را نمیتوان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید در بخشی از این نامه آمده از آغاز سال 1401 با افزایش خبرهای ناامید کننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شکای سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور از جمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود به مرحله انفجاری رسیده است. بحران جدید بین المللی برای آخوندها هر روز یک بحران. یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی ماهان ایر که در اجاره یک شرکت ونزوئلایی بود در آرژانتین توقیف و گذرنامه پنج نفر از خدمه ایرانی آن ضبط شد. گزارش ها از طابقه همکاری چند نفر از خدمه هواپیما با نیروی قدس سپاه پاسداران حکایت دارد. وبسایت های خبری آرژانتین با اعلام این خبر نوشتند که دوشنبه 16 خرداد یک هواپیمای مسافربری شرکت امتراسور کارگو از شهر کوئرتارو در مکزیک به پرواز درآمده و به سمت آرژانتین حرکت کرده است مقصد این هواپیمای بوئینگ 747 بوینس آیرس پایتخت آرژانتین بود اما به علت مه قلیز در آن فرودگاه مجبور به فرود در شهری در اطراف بوئن آیرس شد چند ساعت بعد این هواپیما فرودگاه را ترک کرد و به سمت بوئن آیرس حرکت کرد و ساعت سه هم آن روز در این فرودگاه فرود آمد. محموله هواپیما در این فرودگاه جابجا جا شد اما پیوند شرکت هواپیمایی کارگو ونزوئلا با جمهوری اسلامی مورد توجه مقام های آرژانتینی قرار گرفت. پیش از این مشخص شده بود که شرکت هواپیمایی ماهان با تعویض رنگ هواپیمایی بوینگ 747 خود آن را به هواپیمایی دولتی ونزوئلا تحویل داده است این هواپیما امکان حمل بار از اقصا نقاط جهان به ونزوئلا را فراهم می کند و با توجه به در تحریم بودن شرکت هواپیمایی کانویاسا شرکت سوری کارگو از این هواپیما بهره برداری می کند قانون گذار آرژانتینی به رفتار مرموز این هواپیما در پرواز مالکیت گیج کننده هواپیما و ترکیب خدمه آن مشکوک شد و پرونده را پیگیری کرد او گفت که این هواپیما در هشت ژوئن باین سایرس را به مقصد اروگوئه ترک می کند اما 20 دقیقه بعد به دلایل نامعلومی دوباره به فرودگاه برمیگردد نکته یه مشکوک دیگر مربوط به این هواپیما این بود که در شهر ایسیا با ترانسپوندر خاموش پرواز می کرد. این هواپیما در فرودگاه ایسیا به علت توقف مشکوکش و مجموعه این اتفاق ها می شود. پنج ایرانی و در مجموع چهارده ونزوئلایی در این هواپیما حضور داشتند. دولت آرژانتین تصمیم به توقیف گذرنامه آنها گرفت و آنها مجبور شدند در هتلی در همان منطقه بمانند. دولت آرژانتین اعلام کرد که آنها اقامت موقت دارند و در این زمان اگر قصد خروج را داشته باشند فقط می توانند با هواپیمای معمولی کشور را ترک کنند. محمد خسروی عراق، غلامرضا عباسی، مهدی موصلی، سعید ولیزاده و عبدالباسط محمدی افرادی هستند که با گذرنامه ایرانی در این هواپیما حضور داشتند. برخی از آنها بر اساس گزارش های اطلاعاتی ارسال شده به آرژانتین با نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباط دارند. وبسایت دیتیل زیرو به نقل از یک مقام آگاه در گمرک آرژانتین نوشت این هواپیما در هنگام ورود قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی حمل می کرد. محموله چندین بار بررسی شد اما چیز عجیبی پیدا نشد. وکیل خدمه این هواپیما معتقد است که آزادی حرکت خدمه ی هواپیما نقص شده است این هواپیما بعد از ظهر چهارشنبه سعی کرد برای سوختگیری به اوروگوه برود اما دولت آن کشور تصمیم به بستن حریم هوایی گرفت و از انجام مانور جلوگیری کرد از آن به بعد در ایسیا متوقف شده است شرکت نفتی شل به دلیل هشدارهای بین المللی از فروش سوخت به این شرکت هواپیمایی خودداری کرده است وکیل این افراد از قاضی درخواست کرده است که خدمه و هواپیما آزاد شوند اما قاضی از دستگاه های مختلف آرژانتینی درخواست کرده که هویت افراد حاضر در این هواپیما را به دقت بررسی کنند دیتیل زیرو در این باره به این اشاره کرده که ممکن است این پرواز یک مانور آزمایشی تشخیص مسیر بوده باشد تا در آینده عملیات های دیگری صورت بگیرد و نوشت این هواپیما تا همین اواخر متعلق به شرکت ایرانی ماهان ایر بود که در فهرست تحریم های اداره کنترل دارایی خارجی وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد به همین دلیل چندین سازمان بین المللی ماهاست مسیر هواپیما را دنبال می کنند. یکی از مقام هایی که عملیات را زیر نظر داشت گفت که این هواپیما 15 روز پیش در پاراگوئه بود و ظاهرا یک بار سیگار را به آروبا برد این اتفاق در حالی رخ می دهد که رئیس جمهور ونزوئلا در حال حاضر در تهران به سر می برد و با ابراهیم رئیسی و علی خامنه ای دیدار کرده است ایران و ونزوئلا در سالهای اخیر متحده جدا نشدنی بودند علی خامنه ای در دیدار با نیکولاس مادورو گفت تجربه ایران و ونزوئلا نشان داد تنها راه پیروزی در برابر فشارهای آمریکا مقاومت است صحبتی که نشان از آن دارد ایران و ونزوئلا به بهانه یک دشمن مشترک به نام آمریکا دست دوستی به سوی هم دراز کردند